نخواست این که درود بر شما، سال نو به همتون شاد باش میگم. امروز میتونستید هر جای دیگه باشید جز اینجا، اما از جایی که فرهنگ پدران برای شما ارزشمند، فرهنگ راستین ایران زمین، درود بر شما و سپاسگزارم که امروز اینجایید. اما در برابر یک دروازه ایستادیم که پیش از این که بیایم برسیم به این دروازه، دروازه ملل یا دروازه همه گونه نژادها، از دو تا پلکان، یکی 110 تا و یکی 111 تا گذشتیم تا به این میشه. این برای این بود که بزرگانی از سراسر شاهنشاهی پهناور هخامنشی هنگامی که میومدن به اینجا لباسهای ویژه‌ای رو داشتن و سالخوردگان بودن و انسانهای مهمی بودن که باید با یک ضرب آهنگ ویژه بالا میومدن. و اما امروز ما میدونیم یک گام ساده آدمی 10 سانتی متره هنگامی که میخواییم گام برداریم. این پله ها به ارتفاع 10 سانتی متر درست شده، اما بدن گاو رو ما در اینجا داریم. این دوتا گاو فرشتگان نگهبانی هستند به سوی دشت مرو دشت. در روزی روزگاری اینجا یک دشت بود، یک مکانی برای شکارگاه بود و بسیار سرسبز. اما در بالا کتیبه هایی رو داریم، یک کتیبه به سه زبان، فارسی باستان، در واقع بابلی و ایلامی. ایلامی های امروزی رو مناطق جنوب ایران میشناسیم و بیشتر سمت خوزستان، لورها، بختیاری ها و شیشتری ها البته امروزی. اما کتیبه‌ای که در اون بالا هستش، خشایارشاه بزرگ هنگامی که دروازه اصلی پارسه پرسپولیس تخت جمشید رو که بخش جنوبی اینجا هست رو داریوش بزرگ ساخته بود میبنده و این دروازه رو میسازه، این دروازه دو سمت رو، و کتیبهش رو در بالا مینویسه و میفرماید بگه وزرگ اورمزدا هیا ایمان بومیم ادا هیا اوام آسمانم ادا هیا مراتیم ادا شیاتیم ادا مراتی هیا هیا منا خشایشا خشایسیا کنوشا عیوام پراوبن خشایسیا عیوام پراوبن فرامدارم ادم خشایشا خشایسیا وزرگ خشایسیا خشایسیا نام خشایسیا دهیو نام پر او وز نام خشایسیا احیایایا با اومیا وزرکای دعوریا اپیا داری و هوش خشایسیا هیا پسر هخامنشی خدای بزرگ است اورامزدا که این زمین را آفرید، آن آسمان را که مردم را آفرید و شهری را برای مردم، که خشایار شاه را شاه کرد، یکی شاه از میان بسیاری، یگان فرماندار از بسیاری، منم خشایار شاه، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه کشورهای دارای همه گونه مردم شاه در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر داریوش شاه هخامنشی. گوید خشایار شاه هر آنچه را که من در اینجا بنا کردم و به مسافتی از اینجا همه را با خواست اورمزد بنا کردم، باشد اورامزدا بپاید مرا شهریاریم را آنچه را که من و پدرم در اینجا بنا کردیم. اما در این کتیبه میبینیم که در آغاز نام اورامزدا اومده، در پایان هم باز با نام اورامزدا به پایان میرسه. و کسانی که میگن ایرانی ها دو تا خدا داشتن، خدای خیر، خدای شر، و هر روی اگر یکی از این خدایگان دیگه وجود داشت، اینها نام اورامزدا را چندین بار، دست کم 13 بار در پارسه و چند ده بار دیگه در سراسر شاهنشاهی امپراتوری بزرگ هخامنشی، حتی در ترکیه امروزی در وان نمی نوشتند و با نام اورامزدا آغاز نمی کردن، با نام اورامزدا هم به پایان نمی بردن. ولی این بخشی رو که ما اینجا داریم مانند یک تالار هستش، اتاق انتظار یا لابی هتل. دروازه ملل، مردمان از سراسر شاهنشاهی می اومدن و از خیابونی که پیش روی ما هست بهش میگن خیابون سپاهان یا سپاهیان، از این خیابون میگذشتن و البته باید دور تا دور سکوهای سنگی که میریم جلوتر بهتونشون خواهم داد مینشستن. یک پرچمدار در اینجا هماهنگ با پرچمدار دیگر در کاخ آپادانا. آپادانا به معنای تالار ستون داره و چندین ستون رو ما در اینجا باز از 72 تا ستونی که بوده امروز میبینیم. و یکی یکی ملت‌های گوناگون وارد می‌شدن، شاه رو می‌دیدن و خواسته‌های خودشون رو از شاه ایران بازگو می‌کردن. اما یکی از این خواسته‌ها ساخت کانال سوئز بود که داریوش شاه بزرگ فرمان ساختش رو میده و خشایارشاه به پایانش می‌رسونه. اما دوست دارم برین جلوی دروازه و سکوها و همچنین ستون‌هایی که در گذشته، یک راست میرسیده به کاخ آپادانا یا سازمان ملل اون دوره. چرا میگم سازمان ملل اون دوره؟ چرا که 10,000 تن همزمان در کاخ آپادانا در پشت سر شما گرد میومدن و گفته‌هاشون رو با شاه بازگو میکردن و خواستن.
دریافت میکردم. همچنان که اگر یادتون باشه اونجا گفتم یکی از این خواسته ها ساخت کانال سوئز به دست داریوش بزرگ بود که مصری ها گفتن. اما این خیابون سپاهان یا سپاهیان در اون امتداد هستش. اگر اینها سردمدارها بودن، استاندارها بودن، بزرگان بودن، نمایندگان اصلی بودن، از این خیابون یک راست وارد کاخ آپادانا می شدن. اما هر کدوم از اینها که از سراسر شاهنشاهی پهناور هخامنشی به اینجا می اومدن، خدم و حشم و لشکریانی با خودشون داشتن. اون لشکریان، اون سپاهیان خیابون سپاهان رو تا انتها طی می کردن، وارد کاخ صدستون می شدن و اگر نیاز بود از اون دروازه و درگاه وارد کاخ آپادانا می شدن و شاه رو اگر نیاز بود می دیدن. اما ستونهایی را که در اینجا می بینید، این ستونها 4 تا بود و یکی از اونها کاملا بازسازی شده و هر کدوم از ستونها در واقع از پای ستون، ته ستون در واقع و شالی ستون و قلم ستونها و سر ستون ساخته شده که در کاخ نیمه تمام به شما میگن. اما هر جا که این سازه ها رو دیدید بدونید که روزی روزگاری دیوارها به ارتفاع 8، 16 و 22 متر به اندازه کاخ آپادانا بالا می اومدن، خشت خام بودن. و اما خواهش ویژه‌ای که از شما دارم، روی اینها کاهگل گرفته شده، روی این کاهگل ها راه نرید، چرا که خشت های 2500 الان دیگه 73 ساله هخامنشی زیر اینها خوابیده. برخی ها گمان میکنن که این دیوارها در زیر زمین قرار داره، نه، اینها ارتفاع داشته، ویران شده. و اما برای اینکه باقی مونده اونها رو ما بتونیم ببینیم، روی اون رو کاهگل گرفتن. ولی دروازه در امتداد خیابون سپاهان یا سپاهیان هستیم. بزرگانی که از سراسر شاهنشاهی پهناور هخامنشی می اومدن باید این خیابون رو طی می کردن. اما همین گونه که می بینید بال شاهین بدن گاو و سر انسان، سر انسان نماد خرد و اندیشه، بال شاهین یا عقاب نماد تیز پروازی و بدن گاو نماد خیر و برکته. اما یکی از مهمترین گفته هایی که خشایار شاه بزرگ پس از ساختن این دروازه در بالای بدن گاو حک میکنه، کتیبه خودش هست که به زبان پارسی باستان، پارسی میانه، ایلامی و همچنین آکدی یا بابلی 3 زبان نوشته شده. و اما خشایار شاه بزرگ در این کتیبه خدای بزرگ رو ستایش میکنه و از او سپاسگزاری میکنه که این توان رو بهش داده تا بتونه این امپراتوری بزرگ و پهناور رو بسازه و این کاخهای فراخ رو که زیر سایبون، دوباره این کتیبه رو به زبان فارسی باستان براتون خواهم خوند. اما خیابون سپاهان یا سپاهیان رو طی میکنیم تا اون دوتا تندیس هما رو در اونجا میبینیم. بله، این دوتا تندیس هما در روز روزگاری زیر خاک بود. هنگامی که از دانشگاه شیکاگو آمریکا برای کاوش به اینجا اومدن، این تندیس ها رو از زیر خاک دکتر علی سامی زنده یاد از زیر خاک در آورد و برای ما به نمایش گذاشتن.